سلام دوستای عزیز، با آموزش ادامه‌ی یخن با ما همراه باشید. ادامه‌ی روی زی پارچه دوخته نمیشه. ما اینجا تارکشی کردم، این پارچه طوری که تارکشی نمیشه، ما یک پارچه دیگه برای ادامه‌ی زی کار برداشتم، چون دو قسمت تارکشی داره. اینجا ما یک ردیف 4 تار کشیدیم، بعد 16 تار فاصله ایشتم، یک ردیف دیگه 4 تار اینجا میکشم. از اونجایی که میخوایم تار بکشم به همون اندازه تار سر سوزن میگرم با یک نیمه تیغ یا همون پل، آرام و نخا را بریش مونم که بقیه نخا بریش نشنه. بعد از این طرفشم به همین صورت حالا شیرونم به دوختن. اینجا هم از سونی سفید استفاده نم، صندوق ده ول سرش را اینجا محکم مونم با قلاب کردن. بعد از او به این صورت شیرونم به دوختن. این مدل دوخت را سوراخ بخیه مگه و این صورت دوختم شم. اول به اندازه 4 تار یا 5 تار، هر اندازه که دوست داشتیم. اگه خواستیم باریک باریک باید 3 تار روی سوزن میگریم. بعد از او به این صورت در پارچه دوخت میزنیم که همی تعداد تارایی که گرفتیم اینجا به صورتی گره بخوره، بستش رو کنار هم بستش نه. به همین صورت تا آخر شما این ادامه میدیم. این ما اون ردیف را دوختم، هم رفتش و هم ردیف برگشتش را، این ردیف بالایش را هم ردیف رفتش دوختم. حالا ردیف برگشتش را دوباره با هم میدوزیم. این طرف هم کاملا مثل اون طرف دوختم شه. از همون تعداد تارایی را که اونجا گرفتیم همون تعداد تارا را در این طرف هم میگیریم. اول هم تعداد تارا را ما بیشتر 4 تار گرفتم میگیریم. بعد از او از اونجایی که اول تار گرفتیم داخل پارچه دوخت میزنیم که او دو طرفش دوباره تارا بسته شونه، به این شکل جور شونه. ایر تا آخرش را ما به همین صورت کوک مونیم. حالا این دو تا ردیف دوخته شد، وسط زیره میخواییم که به صورت خامک دوزی کوک کنم. قسمت های خامک دوزیشی بهتره که از دیگری طرفشی، یعنی از طرفی برعکسی کار کوک کنیم. اینجا ما شروع نم وسطش را پیدا نم. اول دو تا روی سوزن میگرم، بعد در مرحله بعدی یک تار از بالا یک تار از پایین اضافه مونم. در کوکای بعدی هم همینطور. ما 4 دنه کوک را به همین صورت کوک کدوم. حالا در هر کوک یک تار از بالا یک تار از پایین کم مونم تا دوباره به همون دو تاری اولی برسه. حالا دو تار فاصله میدیم، یک امیت بغنرگ دیگه دوباره کوک مونم. همه ایشی به همین صورت دندانک دندانک دوختم شه، یعنی از همین گیردیا بغنریا دو تار فاصله میدیم. این طرفی روست دور کوک از ما، یه طرف روست دورشی به این شکل شده. بین از این دوخت ها یعنی همون بغنجی ها ما دو تار فاصله میدیم، بعد بعدیش رو کوک مونیم. اول دو تار روی سوزن میگرم، بعد کوک بعدی 4 تار، یک تار از بالا یک تار از پایین اضافه مونم. دکوگ بعدی هم 6 تار و دکوگ بعدیش 8 تار به همین صورت. بعد کم مونم تا دوباره به دو تاری اولی برسه. دخت از این مدل خیلی راحته. این روز دورشه به این صورته. این دیگه تا آخرش را همه به همین صورت کوگ مونیم. این قسمتی وسطش کامل دوخته شد. حالا ما روی زور کوک مونم. تارخ را زیر از این دوخت ها از دیگری طرفش محکم کدوم. اینجایشی گراف دوختم شد. حالا شرونم گراف از روست دوری کوک میشه. شرونم به دوختنی گراف. گرافشم 3 تار روی سوزن گرفتم. فاصله دوخت ها هم 3 تاره. یک کوک اینجا کوک کدوم. کوک بعدی را از گوشه زو شرونم، یعنی 3 تار بالاتر از او کوک میگرم، به همین صورت ادامه میدیم. از گوشه همون دوخت قبلی 3 تار بالا مروم
و کوگی بعدی رو کوک مونم 5 دنه به همین صورت به سمت بالا کوک مونم، بعد دوباره پایین میایم داخلش رو هم همه رو به همین صورت پر مونم. اینجی دوخته شد یک قسمتی همه ایش کوک کدوم. حالا اینجایش دوباره یک نیم خانه یک نیم گولی خامک دوختم شه. این را شروع نم از اینجا به دوختن سر تارخ را اول با قلاب کردن بستنم محکم مونم. همینطور که در ویدیوی قبلی هم گفتم خامک را بهتره که از دیگری دورش کوک کنیم، از دیگری دور کوک، و اگر از روست دورش کوک کنیم باید که همی سوزن را کج بزنیم، یعنی سر سوزن را از جایی که میزنیم از تار بعدیش در بیاریم که تایی دخت های از ما به صورتی صاف قرار بگیره در روست دورشی. اول سه تار روی سوزن گرفتم، سه دنه کوک کدوم، بعد سه تار دیگه از بالا اضافه کدوم، با سه دنه کوک کدوم و به همین ترتیب ادامه میدیم. سه کوکی کوک کدوم، سه تار دیگه دوباره اضافه نم. حالا بالایش را برابر کوک مونم، از پایین سه کوک، بعد سه کوک دو سه تار کم مونم. سه دنه کوکی کوک کدوم و سه تار کم مونم تا ده همون سه کوکی اولی برسه. سه تارم هست. یک برگش دوخته شد به این صورت. حالا میخوایم که برگ بعدی را از دیگری دورش کوک کنم. برگ بعدی را از دیگری دورش کوک کنم. ایش دیگه کامل سوزن را مستقیم میزنیم. اینجا هم سه دنه کوک کوک کدوم، بعد سه تار دیگه اضافه کدوم، حالا سه دنه کوک دیگه دوباره کوک مونم، بعد سه تار اضافه نم. این برگش هم کاملا شبیه برگ قبلی دوختم شه، فقط ما این را از طرفی روست دورش، از طرف دیگری دورش دوختم که مشخص شنه. از طرف دیگری دورشی ما سوزن را مستقیم میزنیم که همون دخت های از ما در روست دوری کار مستقیم صاف باید. این برگ را تا آخرشی به همین شکل کوک مونیم، بعد دو تا برگ دیگه در کنار از نام مثل از نام کوک مونیم، یه نیم خانه از مو تمام میشه. برگای بعدی را هم به همون صورت ما کوک مونیم، یعنی روسته و کوک از مویه کاملا برگا صاف قرار گرفته. حالا مثل اون طرفشی اینجا هم یه دورزی هم گراف کوک مونیم. اینجا هم سه تار روی سوزن، فاصله دوخت ها هم سه تاره. اون طرف را ما میخواستم که کامل ویدیو بگیرم، بعد این طرف را دیگه لازم نباشه ولی ویدیو قطع شده بود. حالا این طرف را میخواییم کامل در ویدیو نشان بدیم. دوستایی که تازه کاره، تازه میخوای یاد بگیره، همه قسمت هایش را ببینه و متوجه شونه که چطور دوختم شه. پنج دنه به سمت بالا به همون شکل دوختیم. حالا پنج دنه دیگه به سمت پایین، یعنی برابر از او کوک مونیم. بعد داخلش را از همین یک کوگی کامل پر مونیم. این دوخت ها خیلی راحته. اینجا یک کوک در بین کوکای قبلی فاصله میه، بعد کوک بعدی را همینطوری کوک مونیم. یک خانه خالی میه، بعد یک کوک دیگه کوک مونیم. همه ایشی به همین صورت. این قسمتش تمام شد. دیگه ای کلن همه ایش به همین صورت دوختم شد. یک نیم گولی از خامک دوختم شد، بعد یک مخانزی مدل گراف دوختم شد، دوباره یک نیم گول خامک، یعنی قسمت بالای زیرا نیم برگ بعدی ما دوختم نیم گولیش را. این نیم گولیش را میخوایم که اینجا بدوزم و ویدیو بگیرم. از این گوشه شروع میشه به دوختن. از سر دوخت قبلی میگیریم ما، از کناری
نخ از مو 3 تار فاصله داره، 3 تار مستقیم. سوزن به صورت کج داخلی پارچه قرار میگیره. از کنار از این تار از مو که از اونجا درمده، از کنار از او 3 تار فاصله یه. یک طرف شیره ما دوختم کامل، حالا این طرف شیره از سر از او شروع نم به دوختن. ما دور تا دور شیره به همین صورت میدوزم. با اون طرفشی برابر شد، حالا کجمونم به این سمت میدوزم. این قسمت را ما میتونیم که به تنهایی، کسایی که دوخت باریک دوست داره، گلدوزیشی کم کار باریک باشه، میتونیم همین قسمت را به تنهایی هم استفاده کنیم. برای سراستین، برای جاهای مختلف میتونیم همین اندازه را که در این ویدیو دوختم، همین اندازه را به تنهایی هم استفاده کنیم. و هم میتونیم همین یخنی که در اول ویدیو گذاشتم و قش را در ویدیو قبلی آموزش داده بودم، میتونیم که مثل خود همون بدوزیم و استفاده کنیم. این دور تا دورش دوخته شد، حالا وسط از یک کوگ گراف میزنیم. هم یک کوگ کامل وسط را پیدا نم، یک کوگ گراف میزنم اطراف زیره به این صورت کوگ مونم. اول یک کوگ صاف در اون طرف کوگ گراف، اینجا یک کوگ کج میزنم. در 4 طرفشی کوگ صاف میزنم، در بغلایش یک دانه کوگ کج. اطراف زیر میتونیم به این شکل هم کوک کنیم. در ویدیو قبلی ما اطراف زیر 2 مدل دیگه آموزش دادم دوختم. همونطور که گفتم این در تصویری که هسته خیلی مشخص نیه، ما هر مدلی که دوست داشتیم میتونیم بدوزیم و استفاده کنیم. در این ویدیو ما اطراف زیر به این شکل گیر دوختم، اینجا به این شکل شد. این نیم گلی را ما 3 تار فاصله گذاشتم، اون یکیش را فراموش کردم. ما باید همه از این نیم گلی ها 3 تار در وسطش فاصله داشته باشه. این دخت ما تا اینجا را تمام شد. دوستای عزیز، اگر از این ویدیو های ما خوش آمد لایک کنید، با دوستای خوش شریک کنید و کانال از ما را سابسکرایب کنید. تا ویدیوی بعد، خدا حافظ.